على آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی في القرآن العظیم: ولا تباشروهن و انتم عاکفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظیم. خدمت بینندگان نهایت عزیز و گرامی، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم در هر جایی که هستید لباس عزت و عافیت و صحتمندی را بر تن داشته باشید و از گزند روزگار در حفظ و امان الله سبحانه و تعالی قرار داشته باشید. بازم شما را خوش آمدید میگوییم در سلسله برنامه های ماه مبارک رمضان یا درس های رمضانی. بحث امروزی ما در مورد اعتکاف هست و این که اعتکاف چیست، چی شروطی داره، چی کسانی باید اعتکاف بنشینن، فضیلت و برتریش چی هست، در این برنامه انشاءالله خدمت شما عزیزان دل بیان خواهیم کرد که آیا خواهران هم میتوانن اعتکاف بنشینن یا نه که تنها اعتکاف مخصوص برادران یا مردان است. الله سبحانه و تعالی در جاهای متعددی در قرآن عظیمشان از این عبادت بزرگ نام برده. اعتکاف نه تنها که در اسلام بلکه در ادیان گذشته هم بوده. اعتکاف به معنای درنگ کردن یا خود را حبس کردن یا در جای نگاه داشتن، برای این میگن اعتکاف، یا به تعبیر دیگر قرنطین شدن، در گوشه منزوی شدن، به این میگن اعتکاف. اعتکاف از یک لحظه، از یک ساعت شروع تا هر چی که انسان بنشینه میتونه اعتکاف بنشینه. ما در سابق اگر در تاریخ ببینید در افغانستان رسم و رواجی داشتن به نام چله خانه میگفتن، یعنی تعداد از بندگان خداوند میرفتن در یک گوشه‌ای در چله خانه، به اصطلاح 40 روز در اونجا سفری میکردن. و عین قضیه در ادیان دیگر هم بود، روحانیت یا گوشه نشینی که اختیار میکردن، همه چیز ترک میکردن و میرفتن در یک گوشه اختیار میکردن و عبادت الله سبحانه و تعالی مشغول میبودن. اعتکاف آیا فرض است، واجب است، سنت است، مستحب است، چی هست اعتکاف؟ اعتکاف سنت مؤکد است. رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید کرد. ادعای اعتکاف بر سنت مؤکد مینامند، ادعای سنت کفایی می هم میگن برش. یعنی به این معنا سنت کفایی که اگر در یک محیط، در یک منطقه، در یک مسجد مثلا 20 خانه 25 خانه مربوط یک مسجد میشه، اگر یک نفر در مسجد اعتکاف بنشینه از گردن همه ساقط میشه، میگرده. و الا اگر هیچ کسی اعتکاف نشیند، برای همه مردم ملامتی هست تقریبا، یعنی انسان مرتکب گناه میشن، اشتباه میشن. چرا؟ که این سنت مؤکد رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک کردن. ما بارها گفتیم که اسلام دین اعتدال است، دین یسر است، دین آسانگیری است، تساهل است. همیم یک نوع، یک نمونه است از تساهل و آسانگیری در اسلام. شما تصور بکنید اگر اعتکاف طوری دستور داده میشد که باید زن و مرد، پیر و جوان همه اعتکاف بنشینن، چقدر مشقت بود بر همه. اما گفتیم که عده‌ای از دانشمندان میگن سنت کفایی است، همین که در یک مسجد یک نفر بنشینه از گردن همه میگرده. اما اگر هر قدر مردم اعتکاف بنشینن، برایشان گناهی نیست بلکه اجر و پاداش و فضیلت زیادی کسب میکنن. و این که آیا تنها مردان میتونن اعتکاف بنشینن یا زنان؟ بلی، زنان هم میتونن اعتکاف بنشینن. زنها بهترین اعتکاف، اجر و پاداش بیشتر ای داره که در خانه خود، یک قسمتی از خانه خود را انتخاب میکنه، یک گوشه از خانه خود را من حیث یک جای مختص یا خاص انتخاب میکنن و در اونجا اعتکاف میشینن. و اصل اعتکاف سنت همون است که از شب 21 ماه مبارک رمضان معتکف میشینند به اعتکاف تا ختم ماه مبارک رمضان، یعنی تا شب عید. وقتی که عید اعلام میشه، در اون صورت است که معتکف میتونه از جایش بلند بشه و به اصطلاح اعتکاف را اتمام بکنه. و زنها در خانهایشان، مردان در مسجد، میتونه در یک مسجد چندین نفر اعتکاف بنشینه، هیچ مانعی وجود نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم اعتکاف می نشستن، بلکه در اعتکاف بود که جبرئیل امین آمد
پیامبر صلی الله علیه و سلم در حال اعتکاف تمام در سال اخیری که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اون سال دیگه رحلت کردن باقی نبودن، جبرئیل امین آمد تمام قرآنی که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل کرده بود این قرآن رو تلاوت میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم گوش میگیره و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میخونه، جبرئیل امین گوش میگیره از پیامبر صلی الله علیه و سلم. بنان عزیزان من، اعتکاف سنت مؤکد تأکید شده است در موردش. گفتیم ادعی به این باورن که کفایی هست، یعنی کفایی به این معنا که در یک محیط و منطقه یک نفر اگر بنشینه از گردن همه ساقط میشه، اما همین یک نفر تأکید شده که باید یک کسی باشه و الا اگر نشینه کسی همه مردم مرتکب گناهی شدن و از ای اجر و فضیلت و پاداش محرومن. جالب اینجاست که اگر همه مردم به اتفاق نظر، چون مصروفیت ها مشغولیت ها در شرایط کنونی زیاد هست، یک نفر انتخاب میکنن فلانی اعتکاف مینشینه، کسی که اعتکاف مینشینه باید حداقل مطالعه داشته باشه، قدرت خواندن قرآن داشته باشه، بهتر است، یعنی این احسن تر است، و الا اگر نه هر کسی میتونه بشینه اعتکاف. و کسی که اعتکاف مینشانن همه خدمتش میکنن، همه به اتفاق یکدیگر او رو میشانن، اجر و پاداش به کل نعمی مردم هم میرسه از طرف الله سبحانه و تعالی. خیلی مهمه قضیه. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمان کسی که اعتکاف می نشیند از گناه پاک میشه، الله سبحانه و تعالی گناهانش معاف میکنه، بخشش میکنه. یکی از جمله اعمال مهمی که سبب بخشش گناهان انسانه همین اعتکاف نشستن است. به همون لحاظ الله تبارک و تعالی در قرآن هم از اعتکاف یاد کرد، بلکه برمیگرده قدامت بسیار تاریخی داره، از زمانی که موسی علیه السلام در کوه طور اعتکاف می نشست، 40 روز در اونجا باید باشه. این قضیه زکریا علیه السلام در مسجد اقصا، هر کدامی از انبیاء علیه السلام، خود رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشه گوشه‌گیری در غار حرا مدته، یعنی خود اعتکاف، یعنی خود را حبس کردن در یک جای، برای این میگن اعتکاف. یک وقفه کوتاهی میگیریم و بعد برمیگردیم خدمت شما عزیزان. بازم خوش آمدید در ادامه برنامه. بحث ما روی موضوع اعتکاف بود که اعتکاف سنت مؤکد است و اجر و پاداشی بی‌نهایت زیادی دارد و تعریف اعتکاف، مسائل مربوط به اعتکاف خدمت شما عزیزان دل بیان شد. اما اون چی که میخواهم صحبت بکنم رو این است، یک کسی که اعتکاف میشینه دارای چه شروطی باید باشه، یعنی چی شرایطی داشته باشه تا اعتکاف بنشینه. یک مسلمان باشه، غیر مسلمان نمیتونه اعتکاف بنشینه. دو، عاقل باشه، دیوانه نمیتونه اعتکاف بنشینه. چرا؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند 3 نفر هست که قلم از اونها برداشته شده است، یعنی به این معنا که اگر اونها اعمالی را انجام میدن، کاری را انجام میدن، اونها مورد مؤاخذه و بازخواست الله سبحانه و تعالی قرار نمیگیرن. این 3 نفر کی هستن؟ 1 دیوانه، مجنون است، نمیفهمه، نفع و ضررش نمیدانه. 2 طفلی که هنوز به سن تکلیف و بلوغت نرسیده باشه. خب طفل است دیگه، نمیدانه که چی برایش نفع داره چی ضرر داره. چرا میگن احکامات تکلیفی یا حکم تکلیفی؟ احکام تکلیفی برای انسان مکلف هست. انسان مکلف برای کسی میگن که عاقل باشه، بالغ باشه، برای این میگن مکلف، مسلمان باشه. برای طفلم هیچ چیزی بالایش تحمیل نمیشه. سوم کسی که در خواب است تا زمانی که بیدار شد. شما اگر متوجه شده باشید در خواب انسان گاه وقتی اعمال را انجام میده یا چنان خوابهای زشتی رو میبینه که تصورش نمیشه، که اگر او حالت در بیداری ببینه ممکن سکته بکنه، ولی خوابه. در خواب اگر هر چیزی اتفاق بیفته، هر چیزی در ذهن و در رؤیایت بیای مورد مؤاخذه قرار نمیده، هر چی خوابی ببینه. به اون لحاظ است که شرط کسی که اعتکاف می نشینه اول مسلمان باشه،
دوم عاقل باشه، یعنی دیوانه نباشه. سومش بالغ باشه، یعنی طفل نباشه. گرچه طفل هم میتونه بنشینه کنار پدرش، کنار مادرش، ولی هنوز بالغ نشده، سن تکلیف نرسیده. بلان کسی که اعتکاف می نشینه باید این آگاهی را داشته باشه. مسلمان، عاقل، بالغ و در رأس همه اگر این ویژگی را داشته باشه که کار بسیار خوب، معلومات دینی هم داشته باشه بهتر است. چون بهتر میتونه از اعتکافش استفاده بکنه. اما اگر نداشته باشم این مهم نیست. یعنی به هر سطحی اگر معلوماتش باشه میتونه که اعتکاف بنشینه. خواهران عزیز ما در خانه، برادران ما در مسجد، این شروط کسی که میتونه اعتکاف بنشینه. و شرطی دیگرش ایست که در مسجد باشه، متکف مرد در مسجد باشه، زن در خانه. شما مثلا اگر در ماه مبارک رمضان کسی اعتکاف بنشینه بگه خب والله من در خانه خود اعتکاف مینشینم، در مسجد هیچ کسی اعتکاف نشینه از گردن مردم نمیگرده، چون مسجد محل جماعت است و تأکید شده در روایات، حتی در قرآن هم آمده اعتکاف در مسجد باید نشسته باشه، متکف بنشین، چون مختص است جایست برای زن در خانه، برای مرد در داخل مسجد. این شروط کسی که اعتکاف می نشینه: مسلمان، عاقل، بالغ، آگاهی دینی هم اگر داشته باشه خوب، در مسجد بنشینه. نکته دیگر که قابل تذکر است، اعمالی که یک انسانی که معتکف می نشینه انجام بده، کدام اعمال انجام بده؟ خیلی از برادران ما، خواهران نهایت عزیز ما سوال میکنند استاد اگر ما در وقت اعتکاف می نشینیم چی کار باید بکنیم؟ چی کارهای بکنیم؟ چی کارهای نکنیم؟ اعمالی که انسان معتکف انجام میده، یکیش خب پنج وقت نماز منظم میخونه که در جماعت میخونه، اگر در مسجد باشه، در خانهش باشه، در خانه میخونه. این یک. دو، تلاوت قرآن عظیم الشان در شبهای اعتکاف چه لذتی داره. اگر توانش داره که میتونه بخونه، بخونه، خودش بخونه، تلاوت بکنه. اگر توانش نداره، قدرت خواندنش نداره، میتونه استماع بکنه، گوش بکنه، یا کسی دیگری میاد پیشش تلاوت میکنه، یا بنابر اسباب و ابزاری که امروز در اختیار داریم از اون میتونه استفاده بکنه، از اون ابزار و وسایل، یعنی از طریق تلفنش میتونه گوش بگیره، استفاده بکنه، یا یک چپکی داشته باشه میتونه بندازه داخل یک وسیله دیگری، از اون استفاده بکنه. گوش گرفتن قرآن برای به هر ابزار و وسیله‌ای باشه برای انسان معتکف اجازه است، ممنوع نیست. سومین کاری که میکنه انسان معتکفی که شبها کوشش کنه قسمت بیدار باشه، چون شب خاصیت منحصر به خودش داره. در شب همه در خوابند، تو بیداری. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گردی در بام دوست پرواز کنند. هر جا دری بود به شب در بندن، الا در دوست که به شب باز کنند. شب بخیزه، بیدار باشه، عبادت بکنه. البته هم لازم نیست که از اول شب تا اخیر شب باید بیدار باشه، همین 10 روز یا 9 روزه که معتکف در اعتکافش نشسته، نه خیر، بلکه اندازه توانش کوشش بکنه به حد توان شبها بیدار باشه، عبادت بکنه. و کار دیگری که میتونه انجام بده، نماز نفل زیاد بخونه در وقتی که در ایام اعتکاف است، قضایی بخونه، سنت ها رو بخونه، نماز نفل، نماز سنت، نماز قضایی، میتونه که نماز زیاد بخونه. و عملی دیگری که باید معتکف انجام بده که دعا، 100% قبول دعا در این شبها، اجابت دعا، دستی نیازش بلند بکنه به طرف خالق بی نیاز، ازش بطلبه، هم در حق خودش دعا بکنه، هم در حق فامیلش دعا بکنه، هم در حق همه برادران و خواهران مسلمانش دعا بکنه. دعا کردن در شبهای اعتکاف شبهای اجابت دعا هست. دعا 100% قبول میشه، دعای انسان مؤمن. این کار رو و عمل دیگری که انسان معتکف باید انجام بده، همیشه زبانش در ذکر یاد الله سبحانه و تعالی باشه. الله اکبر، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، استغفر الله، لا اله الا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا جبار، یا غفار،
لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد يا رسول الله، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هر کدامی از این اذکار که بگه برایش اجازه است، اجر و پاداش زیادی میبره. یعنی به هر حال اینها اعمالی است که انسانم که در اعتکاف نشسته باید انجام بده. پایبندی به نماز جماعت، شبها بیدار، شب بیداری، ذکر یاد الله مشغول بودن، نماز خواندن، دعا کردن، تلاوت قرآن کردن، اینها اعمالی است که انسان معتکف در حالی جریان اعتکافش انجام میده. نکته دیگر که قابل تذکر است، مبتلات یا چه چیزها اعتکاف فاسد میکنه، باطل میکنه، از بین میبره. این اصول مهمه و اینها باید انسان معتکف پایبندی داشته باشه خیلی دقیق. یک، بدون ضرورت از مسجد بیرون شدن اعتکاف را از بین میبره، حتی نماز جنازه نمیتونه بره، فقط نماز جمعه مستقیم از مسجد بیرون میشه، میره نماز جمعهش میخونه، پس میای مسجد. این یک، بدون ضرورت از مسجد بیرون نشه، بدون ضرورت از مسجد بیرون نشه، داخل مسجد باشه. اگر زن در داخل خانهش اعتکاف نشسته، بدون ضرورت از خانهش بیرون نشه. وقتی میگیم ضرورت، ضرورتی مثلا مریض میشه، شدید مریض میشه، دکتر باید بره، نماز جمعه ضرورت است، واجب الغسل میشه، باید غسل بکنه، خب این ضرورته. این یک، اگر بدون ضرورت از مسجد خارج شد، زن از خانهش بیرون شد، اعتکافش از بین میره. دوم، در وقت اعتکاف جماع و همبستری ممنوع است. نمیتونه انسان با همسرش همبستر بشه. اگر زنی در خانهش اعتکاف نشسته، برادری در مسجد اعتکاف نشسته، هرگز اینا از جماع ممنوعن در ایام اعتکاف. ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، مباشرت نکنید، همبستری نکنید در حالی که اعتکاف نشسته اید در داخل مسجد. این دوم. سومش این که صحبت دنیایی نکنید. خیلی ها اعتکاف نشستن در مسجد، میبینه که قصه دارن، شوخی دارن، تمسخر دارن، توهین دارن، تحقیر دارن، غیبت میکنن، تمام معاملاتشان، معاشراتشان داخل مسجد انجام میدن. یا در وقت اعتکاف رو اگر خانمی در خانه نشسته، میبینی که تجارت و معامله و صحبت و غیبت و تمام این مسائل در همه وقت ممنوع است، اما در ایام اعتکاف نباید انسان مسلمان این کارها را انجام بده. خرید، فروش، معاملات، سخن دنیوی، غیبت، تهمت، نمامی، سخنچینی، دروغ، توهین، تحقیر، خنده بیجا، تمام این مسائل در وقت اعتکاف ممنوع است. نباید انسان مسلمان اینها را انجام بده. و دیگری که قطع نیت اعتکاف. یک روز دو روز نشسته، یک مرتبه برمیخیزه میگه والله دیگه نمیشه، بیرون میشه، از مسجد بیرون شد، بعدن باز پس دوباره پشیمان شد، گفت والله بیرون پس سر جای مینشه، درست نیست. اعتکاف از بین میره، ضایع میشه. چرا؟ نیتش قطع کرده، اعتکاف قطع کرده. بنان عزیزان من، اینها شروطی است که باید انسان معتکف رو پایبندی داشته باشه. یک، از مسجد بدون ضرورت بیرون نشه. دو، صحبت دنیوی نکند. سه، جماع و همبستری ممنوع است. چهار، قطع نکند نیت اعتکاف. نبی منا یک روز دو روز نشسته پشیمان شد، برش کار پیش آمد، بخستاد از مسجد بیرون شد رفت، حالا رفته کارش انجام داده، دوباره نمیتونه پس بیای سر اعتکاف بنشینه، بلکه میتونه از نو بیای بنشینه. گپی نیست، اعتکاف گفتیم کسی میتونه دو روز بشینه، پنج روز بشینه، سه روز بشینه، هر چی که نیت کرده به همون اندازه نیتش. اعتکاف یعنی درنگ کردن، یعنی حبس کردن خود رو در جای نگاه کردن، هیچ معنی نداره، مشکلی نیست، میتونه بعد از این باز بیای دوباره بنشینه. گپی نیست، به همون اندازه ای که نشسته اجر و پاداش میده. اما اعتکاف سنت، چیزی که بر همه لازمی است، از گردن همه میگرده با نشستن یک نفر روز که از شب 21 رمضان می نشینن تا شب ختم ماه مبارک رمضان. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم در سال اخیرش
اعتکاف دهه اخیر ماه مبارک رمضان انجام داده. نه نزان من، همه ما این عمل رو بیاییم انجام بدیم، چون در ماه مبارک رمضان ماه طلب خیر و خوبی و برکت است. هرچی خوبی هایی که در رمضان وجود داره، مثلا سحری است، افطاری است، دعا است، کمک است، مثلا اعتکاف است، نمازهای نفل است، هرچی میتونید انجام بدید که از این خیر و برکت این اعتکاف محروم نشوید همه ما شد. امیدوارم الله سبحانه و تعالی همه طاعات و عبادات و بندگی ما و شما مورد قبول درگاهش قرار بده و این عمل بزرگ در ماه مبارک رمضان همه ما انجام بده. گرچه در اسلام غیر از ماه مبارک رمضان دیگه گوشه نشینی نیست، اسلام دین اجتماعی است، باید انسان بین اجتماع باشه، فعالیت بکنه. یعنی دیگه کسی حق نداره ترک دنیا بکنه، بگه والله ما میریم دیگه یه غار کومه نشینم و دیگه از ما و دنیا ختم است. نه خیر، بلکه انسان مسلمان مسئول است، معمور است که در بین اجتماع برای اصلاح اجتماع کار بکنه، هم برای اصلاح خودم، برای اصلاح دیگران. تنها به تنها در اسلام فقط گوشه نشینی که تاکید شده این همین بحث اعتکاف است که در ماه مبارک رمضان صورت میگیره که انسان مسلمان میره اعتکاف میشه. بر زن مرد فرقی نمیکنه، زن در خانه، مرد در مسجد میتونه اعتکاف میشه. در یک مسجد اگر 100 نفرم اعتکاف بنشینن برایشان جواز داره. درست است. نکته دیگری که قابل تذکر است، ختم اعتکاف، شروع اعتکاف گفتیم از 21 رمضان، شب 21 می نشینه و ختم اعتکاف در شب عید است، اعلان عید. و مجردی که عید اعلام شد دیگه انسان متکف آزاد است، میتونه که بره. بهتر است که وقتی از اعتکاف برمیخیزه میره در خانهش غسل میکنه، میره طرف نماز عید، میره لباس عید میپوشه، میره برای ادای نماز عید. بنان عزیزان من، این بود بحث ما در مورد اعتکاف، فضیلت اعتکاف، شروط اعتکاف، مثالی که اعتکاف را باطل میکنه، چی کسی باید اعتکاف بنشیند، اعتکاف چی جایگاهی داره.